سلام، در این جلسه میخوام راجع به ایکس صحبت کنم. خب من برای شروع نیوپد رو میزنم تا متد میل واسه من جنریت بشه. ایف چیه؟ ایف رو زمانی استفاده میکنیم که ما میخوام یک شرط رو چک کنیم که اگر شرط درست بود یک سری از کدها واسه ما اجرا بشه و اگر شرط غلط بود یک سری دیگه از کدها واسه ما اجرا بشه. خب من اینو مینویسم. ایف شرطی که میخوام قرار بدیم برای ایف داخل پرانتز جلوی ایف میذاریم. بذارید قبلش من یک متغیر تعریف کنم. ور x مساوی با 0. x رم رو میدم 1. میگم اگر x بزرگتر از 0 بود برای من پرینت کن x is positive. در غیر این صورت رو با else مینویسیم. else که روش باز و بسته print x is negative. بسیار خب بذار من این کد رو ران بگیرم. x is positive، این چیزی که واسه من نمایش میده. خب من چی کار کردم؟ اومدم یک متغیر به نام x تعریف کردم، یک رو به x دادم، بعد گفتم اگر x بزرگتر از 0 بود این رو واسه من پرینت کن، که همین رو واسه من پرینت کرد. در غیر این صورت این رو واسه من پرینت. خب من یه جوری اینو مینویسم که این شرط اشتباه بشه. مثلا این رو میذارم چی؟ منهای 1. رام میگیریم. x is negative. این واسه من الان اجرا شد چون این شرط غلط. پس همونطور که الان فهمیدید داخل پرانتز جلوی if باید یک عبارتی رو قرار بدیم که یک بول به ما برگردونه. همونطور که میدونید x بزرگتر از 0 یک بول به ما برمیگردونه. یعنی چی؟ یک ترو یا فالس به ما برمیگردونه. خب بذارید من این کدا رو کامنت کنم. کامنت کردن با کنترل با بک اسلش انجام میشه. کنترل و بک اسلش رو که من اینجا بزنم این کد من کامنت میشه. خب من یه خط کد اینجا میخوام بنویسم که کار چند خط کد بالایی رو انجام بده. print x is علامت دالر و کروشه باز و بسته. خب داخل این من میخوام چی بنویسم؟ میگم x بزرگتر از 0 علامت سوال پوزیتیو دو نقطه نگاتیو. خب این از من خطا گرفت. ببینیم چی میگه. خب یه پوزیتیو و نگاتیو تعریف نشده. من اینا رو میذارم داخل سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن، هیچ فرق نمیکنه. خب حالا بذارید ران بگیرم. x is negative. این خط کد دقیقاً کار کدهای بالایی رو انجام داره. بذار اینو مثبت کنم. من الان x رو گذاشتم 1. خب x is positive. دقیقاً کار این خط کد دقیقاً کار if و else بالایی رو داره انجام میده. خب چجوری این خط کد کار میکنه؟ من الان چی کار کردم؟ گفتم x is، بعد علامت دالر گذاشتم و کروشه باز و بسته. خب اینجا من یه x بزرگتر از 0 گذاشتم، علامت سوال گذاشتم، بعدش دو تا عبارت نوشتم. دقیقاً یک if و else در واقع من نوشتم. این قسمت شورتکات این if و else بالایی ما هست. اول میاد میگه x بزرگتر از 0 اگه true بود این عبارت انجام میشه، اگر false بود این عبارت انجام میشه. خب این عبارت ما رو که یک رشته هست برمیگردونه از این کروشه و میذاره کنار x is. به خاطر همین بود که من اگر اینا رو بردارم، سینگل کوتیشن رو بردارم، از من خطا میگیره. میگه پوزیتیو چی اصلا تعریف نشده. چون این خط یه چیزی رو برگردونه. باید یه مقدار مشخصی باشه. مثلا یک رشته رو برگردونه. یا یک متغیری که از قبل تعریف شده. پس این خط کد کار if و else بالایی رو انجام میده. خب حالا من این خط کد رو کامنت میکنم و اینا رو از کامنت در میارم. دوباره با کنترل و بک اسلش. خب بعضی وقتا شاید بخوایم چند تا شرط مختلف رو چک کنیم. برای این کار از if و else if های مختلف استفاده میکنیم. یعنی چی؟ if x بزرگتر از 0، بعد اینجا else من دوباره میتونم if بذارم. else if x مثلا مساوی با 0، x is 0، بعد else دوباره if x کوچکتر از 0، print x is negative.
الان یاد گرفتیم که علاوه بر یک if و else میتونیم if و else if های مختلف هم بنویسیم همینطور و چندین شرط رو چک کنیم. الان x is positive رو واسه من نمایش میده. همین شرط اولی درست بوده و همین اجرا میشه و از کل این کروشه ها رد میشه و ادامه کد رو از اینجا میخواد اجرا کنه که هیچی نداره و اینجا کدمون تموم میشه. خب if و else if یک روش خیلی خوبی نیست واسه نوشتن شرط های خیلی زیاد. پس یک روش دیگه داریم که بهش میگیم سویچ، باش آشنا بشیم. میخوام راجع به فور صحبت کنیم. فور رو زمانی استفاده میکنیم که ما میخوام یک خط کد یا چندین خط کد رو چندین بار تکرار کنیم و اجراشون کنیم. برای شروع من نیوپد میزنم. خوشبختانه خود دارتپد واسه من یک حلقه فور جنریت میکنه. حلقه فور اول یک فور داره، یک پرانتز باز و بسته داره، یک کروشه باز و بسته. داخل کروشه میتونیم کدهایی رو که میخوام تکرار بشه رو قرار بدیم. اینجا یک تابع پرینت قرار داده فقط که هلو با این آی به علاوه یک رو پرینت کنه. خب داخل پرانتز چی هست؟ داخل پرانتز سه قسمت داره که این سه قسمت با سمیکالن از هم جدا باید بشه. قسمت اول شمارنده هست. اینجا اومده شمارنده رو که اسمش آی هست تعریف کرده از جنس اینت و مقداردهی اولیش کرد. پس باید ما یک شمارنده تعریف کنیم و اون رو مقداردهی اولی کنیم. صفر مقداردهی اولی این شمارنده است. بعدش کنترل کننده حلقه هست. گفته تا موقعی که این شمارنده از 5 کوچکتر است، خب بیاد این حلقه رو تکرار کنه. اگر این شرط اشتباه بشه از این حلقه خارج میشه و میاد بیرون. قسمت سوم عملیاتی است که روی شمارنده اجرا میشه. اما این عملیات در انتهای اجرای فور اجرا میشه. یعنی چی؟ یعنی این خط کد که اجرا شد، اوکی، میرسه اینجا و میرسه به پایان کروشه. وقتی که به پایان کروشه رسید، میاد این رو، این عملیات رو انجام میده روی آی، یعنی یه دونه الان به آی اضافه میکنه و برمیگرده دوباره شرط رو چک میکنه. خب بذارید با هم بریم جلو. از آی 3، خب آی مقداردهی اولیه شد 3، آی کوچکتر از 5، درسته. میاد پرینت رو اجرا میکنه، میرسه به انتهایی که روشه، خب یه دونه به آی اضافه میکنه، آی میشه چند؟ آی 0 میشه 1. دوباره میاد شرط رو چک میکنه، دیگه نمیاد اینجا و صفرش کنه دیگه قاعدتا. خب اینجا آی کوچیکتر از 5 که 1، بله درسته. دوباره این اجرا میشه و بعدش دوباره آی یه دونه اضافه میشه. همینطور این کار رو تکرار میکنه تا زمانی که آی میشه چند؟ 4. خب الان آی شد 4. این میاد هلو 5 رو نمایش میده، چون اینجا 4 به علاوه 1 رو در واقع نمایش میده که میشه 5. الان آی 4. آی کوچیکتر از 5، 4 کوچیکتر از 5، بله درست. میاد این رو دوباره اجرا میکنه که این بود. خب بعدش یه دونه بهش اضافه میکنه که آی میشه چند؟ میشه 5. 5 کوچیکتر از 5؟ نه نیست. این فالس میشه، از این حلقه میاد بیرون. خب این حلقه فور بود. یک نکته دیگه، این شمارنده که ما داخل خود فور تعریف میکنیم فقط درون فور ما بهش دسترسی داریم. یعنی اگر من این خط کد رو بیرون از این حلقه قرار بدم قطعا ارور میگیرم. من میبینید ارور دار میگه همچین آیی اصلا تعریف نشده، چون آیی که ما داخل فور تعریف میکنیم فقط داخل خود فور میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. میخوام راجع به دو وایل صحبت کنم. دو وایل در هم کار رو انجام میده که فور انجام میده، ولی یک فرق کوچیک هم داره. براشون من نیوپک میزنم. خب یک حلقه فور همونطور که میدونید جنریت میکنه، من این رو کامنت میکنم و میخوام با دو وایل یک کاری مشابه دقیقا این حلقه فور رو انجام بدم. دو می‌نویسم که روشه باز و بسته واسه کدی رو که میخوام تکرار کنه. بعدش وایل می‌نویسم و پرانتز باز و بسته، داخل وایل این شرطم رو میذارم. در واقع کات شد که من اینجا بذارم که ببینیم. خب این رو هم میبندم. خب باید شمارندم هم تعریف کنم که درسته. یک شمارنده از جنس اینت تعریف میکنم، مقداردهی اولیه هم میکنم و این عملیات هم باید اجرا بشه دیگه، درسته؟ یعنی آی رو هم باید زیاد کنیم.
بعد از اینکه هر بار کد ما اجرا میشه. پس این رو هم باید بذارم. و در نهایت کدی رو که میخوام در حلقه قرار بدم. این. خب بذار رام بگیرم. اولا که اینجا سمیکالن نذاشتم و بعدش یه خطای دیگه از من گرفته. گفته این آی رو من نمیشناسم. خب این حق داره. چون من آی رو داخل این کروشه تعریف کردم و وایل خارج از کروشه هست. پس این آی رو نمیشناسم. باید چیکار کنم؟ این رو شمارندمون رو بیرون از کروشه دو تعریف کنم. خب الان رو میگیریم. میبینید که دقیقا کار این حلقه فور بالایی رو انجام. خب بذارید حالا من یک کاری کنم. جا این چهت رو من کلا اشتباه کنم. آی صفره. خب این کدی جغ اجرا نمیشه که آی زیاد بشه و برسه به پنج و از پنج زیادتر بشه. پس این شرط کلا اشتباه ندارم. خب حالا من ران بگیرم. خب یک بار این هلو یک اجراش. حالا من اینو کامنت میکنم و فورا از کامنت در میارم و همین کار رو دقیقا روی فورا انجام. خب ببینید که هیچی نمایش نمیده اینجا. همونطور که میبینید هیچی اینجا نمایش نمیده چون این شرط اشتباه هست و آی که صفره هیچ وقت بزرگتر از پنج نمیشه که این خط کد اجرا بشه. اما چرا توی این اجرا شد؟ این فرق دووایل با فور هستش. در واقع توی دووایل حتما ما یک بار کدمون اجرا میشه حتی اگه شرطمون اشتباه باشه. یعنی این دو میگه انجام بده این کدا رو انجام بده کار نداشته باش. خب تا زمانی که این شرط صحیح باشه. پس یک بار ما این کد رو داریم که اجرا بشه. یعنی این صفر هلو یک رو چون اینجا صفر به علاوه یک میشه هلو یک رو همیشه پرینت میکنه. حالا این چه شرطه درست باشه چه غلط باشه. بعدش میاد شرط رو چک میکنه. یعنی اول کار رو انجام میده بعد شرط رو چک میکنه. بعد که این شرط درست بود دوباره برمیاده توی دو. اینا رو دوباره انجام میده دوباره شرط رو چک میکنه. میخوام راجع به سویت صحبت کنم. توی جلسه های قبلی موقعی که داشتم راجع به ایف و الز ایف صحبت میکردم گفتم یک راه بهتر برای نوشتن تعداد زیادی ایف و الز ایف هم هست که بهش میگیم سویت. خب من نیوبت میزنم که متد مین رو واسه من جنریت کن. اینجا من میخوام یک سویت بنویسم. برای شروع یک متغیر به اسم ایف از جنس بر تعریف میکنم و مقدار صفر رو بهش میدم. خب حالا سویچ کلمه کلیدیه. سویچ رو من می‌نویسم پرانتز باز و بسته کروشه باز و بسته. دقت کنید توی پرانتز سویچ برخلاف ایف ما یک عبارتی رو که بول برمیگردونه قرار نمیدیم. یک متغیر قرار میدیم اینجا مثل ایکس. ایکسی که این بالا تعریف کردیم. خب من داخلش کیس چیزای مختلف می‌نویسم. کیس مثلا کیس صفر print x is 0 1. دقت کنید وقتی که ما سویچ رو می‌نویسیم و از کیس استفاده می‌کنیم آخر هر کیس از break استفاده کنیم. بذار من چند تا کیس دیگه هم بنویسم. کیس مثلا یک کیس پنج اینم بکنم و اینم بکنم فایل یک فرمت کنم خودم رو. بسیار خب من این رو هم بگیرم x is 0. خب حالا مرور x صفر تعریف میکنم اینجا. حالا یک سویچ قرار دادم. سویچ این متغیر x رو میگیره و کیسای مختلف این x رو امتحان میکنه. مثلا x الان صفر کیس صفر اکسپت میشه اینجا. یعنی چی؟ یعنی x با این صفره برابره. پس این خط کده اجرا میشه. یعنی هرچی من اینجا کد بنویسم اجرا میشه. خب و بعدش باید حتما بریک بذاریم چون اگه بریک نذاریم خطا از ما میگیره. میدونید چرا؟ چون توی زبان برنامه نویسی مثل جاوا این بریک نوشتن اجباری نبود. میشد ننویسی. ولی وقتی که نمی نوشتیم مثلا کیس صفر رو اجرا می کرد و کیسای بقیه کیس ها هم اجرا می کرد. می رفت بعدی ها. اما توی این خودش میاد میگه که این نباید
بدون بریک باشه و باید حتما یک بریک اینجا بذارید آخر هر کیزتون. پس اینجا بریک میذارید. خب اگه مثلا اینو من بدم 5، ببینید چی میشه. X رو داریم سویچ میکنیم دیگه، درسته؟ کیز 0، X که 0 نیست، 1 هم نیست، 5. پس کد 5 اجرا میشه، X is 5 و بریک. خب اگه بدم 4 چی؟ هیچی اجرا نشد. خب من اگه بخوام مثلا یه چیزی تو اینا نباشه اجرا بشه، یه چیزی به من نمایش بده، من چی کار کنم؟ اینجا یه چیزی، یه قابلیت دیگه هم داره این سویچ به نام دیفالت. من دیفالت رو میذارم X is not defined، میگم X تعریف نشده. الان X که 4ه، هیچ کدوم از این کیس ها نیست، پس دیفالت رو اجرا میکنه، یعنی این رو نمایش میده همونطور که اینجا میبینید. اینم از سویچ. میخوام راجع به تواب صحبت کنم. تاب یک بلاک از کد هست که برای ما یک کاری رو انجام میده. خب برای شروع من یک نیوپد میزنم. همونطور که میدونید این مینی که اینجا نوشته یک تابه هست و یک تابه بسیار خاص در دارت هست، این تابه مین. ما همونطور که تابه مین داریم میتونیم توابع دیگه تعریف کنیم و ازشون استفاده کنیم. ما میتونیم که تابه ها رو تعریف نکنیم، به همین جوری داخل مین هر کدی رو که میخوایم بزنیم و استفاده کنیم. اما برای خودمون مشکل به وجود میاد، چون کدمون خیلی ناخوانا میشه و وقتی که میخوایم اون رو دیباگ کنیم یا کدمون رو ارتقا بدیم به مشکل برمیخوریم، چون کدمون رو بلاک بندی نکردیم و قسمت قسمتش نکردیم. با توابع راحت میتونیم این کارا رو انجام بدیم. برای شروع من الان میخوام یک تابع تعریف کنم. برای تعریف تابع قطعا باید خارج از یک تابع دیگه باشیم دیگه، درسته؟ یعنی من میام خارج از این مین، تابع مین، و یک تابع تعریف کنم. اسم تابع رو اول مینویسیم، مثلا print hello بخوام اسمش باشه. یک پرانتز باز و بسته میذاریم و بعدش یک کروش باز و بسته. خب الان ما یک تابه تعریف کردیم. خب چیزی که داخل این کروشه مینویسیم همون چیزی که وقتی که از این تابه استفاده میکنیم اجرا میشه. من داخل این مینویسم print say hello to users. بسیار. سمیکالن میذارم. خب حالا من میخوام این از این تابه استفاده کنم و این خط کد اجرا بشه. من داخل تابه مینم اسم تابه ای رو که ساختم می نویسم و همین سادگی print hello. بسیار. حالا من رو اجرا می کنم، می بینید که این اجرا شد، say hello to users، این رو دقیقا نوشت. پس تابه یک بلاک از کد هست که برای ما یک کاری رو انجام میده. حالا من میتونم اینو هر چقدر دلم میخواد کپی پیست کنم بذارم، هیچ محدودیتی واسه من نداره و هر چقدرم دلم بخواد میتونم تاب تعریف کنم، مثل این که اینجا تعریف کردم. میخوام راجع به مقادیر بازگشت از توابع صحبت کنم. خب من نیوپد میزنم. فرض کنید که ما میخوام یک نرم افزار ماشین حساب درست کنیم. خب بعد این نرم افزار ماشین حساب ما شامل جمع و تفریق هست. حالا من میخوام این جمع و تفریق رو با استفاده از توابع مدل سازی کنم. خب تابع جمع ما چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ این که دوتا ورودی بگیره، دوتا عدد بگیره، جمعشون بزنه و پاسخ جمع رو واسه ما برگردونه. این رو من چجور باید بنویسم؟ یعنی این که واسه ما برگردونه، یعنی این که من اینجا مثلا بنویسم print sum is مثلا sum of 6 و 8 is مثلا اینجا من یک دلار میذارم که روش باز و بسته، اسم تابم مثلا sum باشه، 6 و 8 هم من میدم به تابم اینجوری، یعنی 6 و 8 رو تو اون پرانتز تابه میذارم موقع فراخون. خب این تابه بعد اجرا بشه، 6 و 8 رو هندل کنه، با هم جمع بزنه، بعد پاسخ رو برگردونه
که توی این پرینت واسه من نمایش بده. خب من چجوری الان این پاسخ رو برگردونم و چجوری این تابر اصلا تعریف کنم؟ الان میبینید که ارور داده، گفته این تابه سام تعریف نشد. خب بریم که تعریفش کنم. تابه سام اول یک مقدار میخواد برگردونه. این مقداری که میخواد برگردونه از جنس چی هست؟ خب عدد صحیح. اول من اینو مینویسم قبل از نوشتن نام تابه. این جنس چیزی رو که میخواد برگردونه، بعد اسم تابه که سام هست، پرانتز باز و بسته که روشه. خب من اینجا یه 6 و 8 هم به این داده بودم، یعنی فرستاده بودم واسه سام. چجوری توی هندلش کنم کار نداره. اینجا من یک متغیر تعریف میکنم به نام نام یک و یک متغیر از جنس عدد صحیح به نام نام دو. به اینا میگن آرگومان های تابه. خیلی خوب، من اینجا داخل خود بدنه تابه من میام یک متغیر تعریف میکنم به اسم سامیشن. میشه نام یک به علاوه نام. خب الان من این دوتا رو جمع زدم که این متغیر سامیشن هم قرار دادم. چجوری حالا برش گردونم که وقتی که این تابه رو ما فراخوانی میکنیم و این تابه اجرا میشه این مقدار برگرده از اون. با کلمه کلیدی ریترن. ریترن من میذارم، بعدش اسم متغیرم رو میارم سامش به همین سامش. خب بذارید اجرا کنم. سام 6 8 is 14. 6 و 8 14 به همین سادگی. پس چیکار کردیم اینجا؟ اومدیم یک پرینت نوشتیم، تو پرینتمون یه تابه رو فراخوانی کردیم که این تابه دو تا آرگومان ورودی داره، 6 و 8. 6 و 8 رو 6 میره توی متغیر نام 1، 8 میره توی نام 2 و اینجا نام 1 با نام 2 رو جمع می‌ذاریم، می‌ذاریم توی سامیشن. بعد سامیشن رو با استفاده از کلمه کلیدی ریترن برمیگردونیم به همین سادگی. این هم جنس متغیری هست که میخوایم برگردونیم. خب همینطوری من به شما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو استاپ کنیم و خودتون برای تفریقش یک تابه بنویسید. حالا اگه هم نتونستید مورد نداره، الان با هم مینویسیمش. اینت برمیگردونه، اسمشو میذاریم ساب، بعد پرانتز باز یک متغیر از جنس اینت نام یک، یکی دیگه به نام نام تو کروشه باز و بسته، یک متغیر دیگه اینجا تعریف میکنیم به نام سابترکشن که قرارش میدیم نام یک علاوه نام دو و سابترکشن رو برمیگردونیم. خیلی هم خوب. کدومونو فرمت میکنیم؟ خب من اینجا رو هم میگیرم، فقط سام رو نشون داد چون من پرینت دیگه ننوشتم واسه یه تفریق اینا دیگه. من یکی دیگه از این پرینت ها هم مینویسم واسه یه تفریق. خب 6 و 8 رو من میخوام اینجا منها کنم دیگه. این سام رو میکنم سام رو میگیریم، میبینید که این جوابش 14 چرا شد، باید بشه منهای 2. کجا اشتباه کردیم؟ آها اینجا، اینجا به علاوه گذاشتم بعد مهر گذاشتم. خب جوابش درست شد. sub of 6a is منفی 2. خیلی هم خوب. خب حالا من میخوام این کدام یکم تمیزتر کنم. همونطور که دارت هم پیشنهاد داده، گفته ما میتونیم این رو حذف کنیم، یعنی جنس انگاه کنید استاندارد کد زدن اینه. توی زمانهای دیگه مثل جاوا هم درستش اینه که اینطوری مثلا تابه تعریف کنید، ولی توی دارت گفته که شما مجازید که این رو حذف کنید، یعنی نیازی نیست که جنس اون متغیری که میخواد برگرده رو تعریف کنید. خب من میتونم اینو حذف کنم. خب حتی اینا ما میتونیم حذف کنیم که اصلا لازم نیست که مثلا اینا هم تعریف کنیم که این متغیرهای نام یک و نام دو از چه جنسی باشن. بذارید من الان رام بگیرم ببینم مثلا تابست هم درست کار میکنه. میبینید هیچ فرق نکرد، درست کار میکنه این سام. پس اینا رو میتونیم کاملا برداریم.
خب یه کار دیگه میتونیم کنیم. اینجا مدام یه متغیر تعریف کردم، این دوتا رو جمع زدم انداختم داخلش، بعد اینو برگردوندم. همه اینا رو میتونیم جلوی همین ریترن انجام بدیم. یعنی اینو من پاک میکنم، جلوش مینویسم نام یک به علاوه نام دو. اینو کلن من اصلا پاک میکنم. ببینید که هیچ فرقی نکرد. پس اینم من میتونم اینجا پاک کنم. من اینو برمیدارم. خب را میگیریم. به خوبی داره کار میکنه. خب از اینم ما میتونیم ساده ترش کنیم حتی. من میام چیکار میکنم؟ این کروشه رو برمیدارم. اینم برمیدارم کلن. اینجا به جای این چیزایی که برداشتم یک مساوی میذارم با یک علامت بزرگتر. به این میگن ارو فانکشن. این یه خیلی شورتکات شد. این در واقع کار همون ریترن رو انجام میده با اون کروشه. این یعنی چی؟ یعنی کروشه باز بسته ریترن. به جای این ستا از اینم میتونیم استفاده کنیم. به همین سادگی. اینو بذارید که مقایسه کنید داشته باشید. خب. اوکی. اینم ران میگیریم. بله. همونطور که میبینی به خوبی داره کار میکنه. میخوام راجع به مقادیر ورودی به تابه صحبت کنم. خب همونطور که دیدیم خیلی راجع به این مقادیر ورودی ما صحبت کردیم. گفتیم که وقتی که ما یک تابه رو فراخوانی میکنیم، وقتی که توی پرانتزش مثلا اینجا من دوتا عدد دادم، یعنی دوتا متغیر باید باشن که این دوتا عدد رو هندل کنن و توی تعریف تابه حتما باید توی پرانتزش دوتا متغیر باشن که اینجا بتونه 6 توی نام یک قرار بگیره و 8 توی نام دو. و همینطور که گفتم نام یک و نام دو بهشون میگن آرگومان‌های تابه یا پارامترهای تابه. خب تا اینجا شو که گفتم. حالا اگر من اینجا بیام به جایی که 6 رو به عنوان یک عدد بدم به عنوان یک رشته بدم، بذار من اینو ران بگیرم ببینم چه اتفاق میفته. این تابه ساب هست، پارامتر اولی آرگومان اول من 6 دادم یاد اینجا، یعنی نام یک چیه الان یک رشته هست که داخل 6ه، یعنی اینه در واقع. خب من ران میگیرم. خب سام که اجرا میشه، خط اول که اجرا میشه مشکل نداره، اما این ارور گرفته، گفته همچین تابه اصلا وجود نداره. اینجا چون دو تا عدد اومده منهای هم شده، این از من خطا میگیره، چون این عدد دادم این رو رشته دادم، اینا اصلا جنسشون با هم مساوی نیست که بخواد اینا رو از هم کم کنه. این اصلا یک رشته هست، از رشته که نمیشه چیز رو کم کنی. اگه من اینو رشته بدم چه اتفاق؟ الان دوتاشو از یک جنس دادم، ببینیم چی میشه. بازم خطاییه، آخه دوتا رشته رو که نمیشه از هم کم کنی. ولی بذار حالا من به علاوه بدم، یا نه این به علاوه بالای رو ما دست کاری میکنه. بذارید من برگردم. خب این دوتا رو من رشته میدم و این رو هم که به علاوه هست. حالا ببینیم این چه جوابه. ببینید این جواب خیلی جالب داره. بذارید هم پایینی هم من براتون الان اینم دوتا رشته بدم. الان کلا ما داریم رشته میدیم. اینجا میاد دوتا رشته رو با هم جمع میزنه، اینجا دوتا رشته رو میخواد از هم کم کنه. ببینید بالایی انجام شد و هیچ مشکل نداره. میاد نام یک رو به علاوه نام دو میکنه. ببینید چون این رشته هست، این به علاوه در واقع این دوتا رو میچسبونه به هم، نه اینکه اینا رو با هم جمع میکنه. یعنی 6 رو چسبونده کنار 8، همین سادگی. یعنی 6 اومده نام 1، 8 اومده نام 2، اینا رو چسبونده به هم که این جواب 68 رو در واقع به ما نمایش میده. ولی دو تا رشته رو اصلا نمیشه از هم کم کرد، پس این منهای تعریف نشده واسه رشته ها، پس خطا میگیره. همین سادگی. حتی اگه اینجا من توی مثال اولینم دیدید اگر این رو مثلا عدد بزنم این رشته، بازم خطا میگیره. این نکته بود که باید توجه داشته باشید موقعی که دارید پارامتر تعریف میکنید. خب شما دیگه قاعدتا باید بدونید که اینجا من میتونم به تعداد دلخواه پارامتر اضافه کنم. مثلا من اینجا یه نامتیری هم من میخوام اینجا اضافه کنم یکی دیگه، ولی اینجا از من خطا میگیره. چرا؟ ببینید چی گفته. گفته من از شما 3 آرگومان توقع داشتم، شما 2 تا به من دادی.
یعنی میگه 6 رو دادی، یعنی این اولی رو دادی اوکی، این دومی رو هم دادی اوکی، این سومی چی؟ این سومی میگه به من ندادی، اینم به من بده. خب مثلا من اینم میدم استریت، چون یک رشته هست دیگه، اینا رو میخواد با هم جمع کنه، من اینجا هم اضافه میکنم چی؟ الان میشه چی؟ 68 استریت، همونطور که ملاحظه میکنه. یک نکته دیگه، وقتی که ما پارامترهای یک تابه رو تعریف میکنیم، خب مثلا نام یک و نام دو که برای یه تابه حساب من تعریف کردم، فقط توی بلاک خود تابه دسترسی داریم به اینا، یعنی اینا متغیرهایی هستن که فقط درون این تابه دسترسی داریم بهشون. یعنی اگه که من اینجا بخوام مثلا یه جای دیگه کد بخوام مثلا نام یک دسترسی پیدا کنم، اصلا نمیشناسه همچی چیزی رو. مثلا اینو من بخوام یه دونه به نام یک اضافه کنم، میبینید خطا میگه اصلا متغیری به نام نام یک تعریف نشده. یا مثلا از این بخوام توی این استفاده کنم، این که مثلا ارو فانکشنه، بعد اینو اول درست کنیم تبدیل ارو فانکشن به تابع معمولی، این که یک کروشه میزنیم سمیکالن ور میداریم و اینجا هم یک ریترن میزنیم، فرمت میکنیم، فرمتش الان کد رو قشنگ نمیکنه، بعد دستی اینجا سمیکالن رو بذارم درستش، نه دستی فرمت میکنم. بسیار، اگه من اینجا مثلا بیام نام یک رو بذارم، این نام یک اصلا هیچ ربطی به این نداره، یا این نام یک از خود تابع خودش استفاده میکنه چون اینم خودش داره، یا توی تابع مینم اصلا نمیتونم بذارم این رو، یعنی اینجا بذارم باز هم خطا میگیره از من، میگه تعریف نشده اصلا همچین چیز. در واقع میگن که این متغیرها توی اسکوپ همین تابع تعریف شده، به این میگن مثلا اسکوپ، اسکوپ یعنی که به این میگن یعنی اسکوپ تابع، اسکوپ یعنی حوزه تابع، یعنی که این متغیرها توی حوزه این تابع تعریف شدن، توی این بلاک این تابع، و بیرون از اینا ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم به اینا. میخوام راجع به مقادیر اختیاری ورودی به تابع رو صحبت کنیم، یعنی آرگومان‌های اختیاری یا پارامترهای اختیاری. من اینجا اومدم یک مثالی زدم توی جلسه پیش، گفتم اگه اینجا من یک آرگومان دیگه تعریف کنم نام سه مثلا، خب بعد اینجا نخوام بهش بدم مثلا نام سه رو نخوام بهش بدم، یعنی دو تا من بخوام بهش بدم، یه پارامتر اول یه پارامتر دوم سوم نخوام بهش بدم، از من خطا میگیره. در واقع من میخوام جوری باشه تابم که سومی اختیاری باشه. خب چجور باید اینو تعریف کنم؟ برای تعریف این کافیه این رو بذارم توی کروشه و همین سالی بذارید من نام از رشته در بیارم که واقعا جمع بزن 6 و 8. خب اینم که توی کروشه هست، بذار من ران بگیرم ارور دار، اول که میام ارور دومی رو رفع کنم، این 6 رو به صورت عدد میذاریم. خب این چون اولی خطا میده اصلا به دومی نمیرسی که بخواد خطای اون رو بررسی کنه. خب خطای اولی از چیه؟ ما اومدیم گفتیم خب 6 رو بده به نام 1، 8 رو بده نام 2، نام 3 هم اختیاری نمیخوام اصلا بده. ولی اینجا اگه دقت کنیم توی ریترن میخواد نام 1 با نام 2 با نام 3 رو با هم جمع بزنه، ولی نام 3 رو بهش ندادیم. وقتی که بهش نداده باشیم جنسش ناله، متاسفانه، یعنی جنس اینا عدده، جنس این ناله، اینا نمیتونه با هم جمع بزن و خطا میگیره. چیکار کنیم الان؟ ما یاد گرفتیم که ایف بنویسیم، اینجا ازش استفاده میکنیم. من ایف مینویسم، میگم اگر نام سه ما برابر نال بود، خب چیکار کن؟ نام سه رو صفر قرار بده، یعنی میگم اگر من بهش ندادم، وقت بهش ندیم ناله دیگه، مقدارش نال میشه. میگم حالا اگه نال بود اینجا صفر بذار، سختی که نداره. خب حالا اجراش کنیم، میبینیم که به خوبی کدومون داره کار. حالا اینجا من میتونم اضافه کنم، 1 10 هم اضافه میکنم. خب 10 از من خطا میگیره، چرا؟ گفته شما باید 2 تا آرگومان پوزیشنال به من بدید، ولی 3 تا دادید. آرگومان پوزیشنال چیه دی؟
اینا چون ما به ردیف میدیم و به ردیف توی اینا قرار میگیره بهشون میگن پوزیشنال، ولی این سومی اختیاریه جز پوزیشنال نیست. باید پس چجوری اینو بهش بدم؟ خیلی ساده، این رو وقتی که میخوایم بهش بدیم باید اسم متغیرم ذکر کنیم و یک دو نقطه هم براش بذاریم، مشکل حل میشه. میبینید که به خوبی داره کار میکنه. 6 و 8 که میشه 14 با 10 میشه چند؟ 24. نگاه کنید، پس مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اینا چون پارامترهای اجباری هستن و حتما باید به تابمون بدیم و پوزیشنال هستن. یعنی چی پوزیشنال؟ یعنی که 6 و 8 که من میدم به ردیف میاد تو اینا، این قرار میگیره. ولی این 10 پوزیشنال نیست. حالا میگم چرا نیست، اصلا کار نداره. من اینجا توی حالا متغیر آپشنال بعدی هم توجه داشته باشید که باید داخل همین کروشه تعریف کنیم. من الان آرگومان بعدی هم تعریف میکنم، اینم آپشناله. خب این الان بهتون میگم چرا پوزیشنال نیست. اینجا من میتونم این رو چهارمیه رو 10 بدم، بعدش بیام مثلا سومیه رو یه عدد دیگه بدم مثلا 12. میبینید این اصلا پوزیشنال نیست، یعنی این ردیفش اصلا اهمیت نداره، ولی این دوتا ردیفش اهمیت داره، چون 6 میره توی این قرار میگیره، 8 هم توی این قرار میگیره. ولی ما هر چقدر دلمون بخواد توی کروشه میتونیم متغیرهای آپشنال تعریف کنیم. آپشنال یعنی چی؟ اختیاری. دوست داشته باشیم بهش مقدار میدیم وقتی که داریم تاور رو فراخوانی میکنیم، دوست داشته باشیم نمیدیم. ولی موقعی که میخوایم مقدار بدیم حتما باید اسم متغیر رو ذکر کنیم، دو نقطه بذاریم بعد جلوش مقدار. در غیر این صورت همونطور که قبلا دیدین خطا میگیره. این امران میگیرم از نامچارم اصلا استفاده نکردم، اینجا میتونم استفاده کنم.